خب برگشتیم به برنامه شوی تلویزیونی ترانه از شبکه جهانی امید ایران OITN. همینجوری که اول برنامه خدمتون گفتیم، در برنامه امروز دوتا جوان دوتا میهمان داریم از شهر زیبای ونکوور کانادا. به لس آنجلس اومدن به خاطر گرفتن میوزیک ویدیوهای جدید برای آلبوم جدیدشون به نام جاده سبز. این دو هنرمند، این دو جوان، این دو خواننده میهمان برنامه امروز ما هستن، آقای سهراب و خانم تهمینه. با عرض سلام خدمت شما عزیزان. مرسی. سلام آقای بارتان، حالتون چطوره؟ بسیار نیکو، بسیار عالی. در کنار شما که هستیم دیگه بهتر از این دیگه نمیشه. سلام بچه‌ها، حالتون خوبه؟ سلام، خوش آمدید به برنامه. مرسی، خیلی ممنون. ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمت آقای بارتان عزیز، خانم الهام عزیز. مرسی از اینکه ما رو در برنامه امروز داشتین. خواهش می‌کنم دوستتون با مردم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه ایرانیان همه جای دنیا. سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید، سرشار از موفقیت و پیروزی و دلی خوش برای همه شما عزیزان. بسیار عالی. حال تهمینه، بفهمید. خیلی ممنونم. دوبین با شماست. مارتان که ما رو دعوت کردین به برنامه خوبتون. الهام جان مرسی که وقتتون رو برای ما گذاشتین و لطف کردین که از ما با ما یه صحبتی داشته باشین. ما خیلی اکسایتد هستیم، خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم. همونطور که آقای وارتان گفتن، در برای کار ویدیومون اومدیم به LA و جای همه خالیه. سال نو همگی مبارک باشه از طرف خودم و سهراب. ان شاءالله که سال خوبی برای همه هموطنامون باشه. در هر جای دنیا که هستید سلامت باشید، موفق باشید و سلامتی از اول از همه البته. خب ان شاءالله که مرسی، خیلی ممنون. ولی فکر میکنم که امسال باید سال سهراب و تهمینه باشه. سال 1389 در واقع با آلبوم جاده سبز. حالا چرا جاده سبز؟ احتقا این سواله که همه میکنن از ما. بفهمی که همه بدونن. حالا همین پرسن که دلیلش های مصادف هست با مسائلی که در ایران پیش اومد، مثلا موج سبز. جالب اینجاست که ما اسم این آلبوم رو دقیقا 4 ماه قبل از این اتفاقات گذاشتیم، مثلا مراسم در واقع انتخابات ایران اسم رو گذاشتیم. و دلیلی که این اسم رو گذاشتیم این بود که میخواستیم نشون بدیم که جاده سبزی که برای همه تو زندگی میتونه باشه، و این جاده سبز همه رو به خوشبختی، پیروزی، موفقیت، هر چیزی که فکر میکنن در واقع میتونه بره. هدف اون از معنی سبز، منظورتون این جاده سبز این بوده. آیا آهنگی به نام جاده سبز توی آلبوم هست؟ به اسم جاده سبز تو آلبوم نیست، ولی یکی از کارامون به اسم بارون که در واقع لیریکسش میگه روی دیوار سفید خونمون من با رنگ سبز یه جاده کشیدم. یک مقدار میتونه به اون آهنگ نزدیک باشه، ولی کلن اسم این آلبوم هیچ ارتباطی به آهنگهای ما نداره. خیلی این اسم رو دوست داشتیم. بیتی از اون آهنگ بارون هست که میگه با رنگ سبز روی جاده. شما قیافتون آشناست، قبلا جایی نبودید، کاری نکردید؟ من شما رو یه جایی من دیدم. شما چی خانم بلام شد دیدی؟ خیلی آشناست قیافش. فکر کنم خیلی از دوستان و بینندگانم همین حس رو دارن که تهمینه قیافش آشناست، برای اینکه خیلی سال پیش تو استارباکس دیدمه. ولی نه جدا، وقتی میخوندی اسمت هم تهمینه بود؟ بله، چون من فکر کنم نازنین. بابا شما یه دوستی داری تو کانادا نازنین اسمش فکر می‌کنی همه نازنینه. نازنین خانومه. خیلی نازنینه. بله تهمینه خانوم در واقع یکی از دخترهای گروه سیلویت بود که چند مدتی با گروه سیلویت کار کردم و بعد دیگه این همکاری ادامه ندادن و الان همکاریشون با سهراب آغاز شده. چه مچ کاری خوبی هم هستین. مرسی. من واقعا باید تشکر بکنم. اول از همه از پدر مادر عزیزم سرای دونم بهشون سلام عرض میکنم. واقعا دوستشون دارم. ایران ها؟ نه خیلی، پدر مادر من تورنتو هستن. تورنتو واقعا ساپورتی بزرگی برای من هستن. چه گل پسری دارین آقای؟ یه دونه پسری؟ من پسر وسطیم. پسر وسطیه. من دختر وسطیم، شما پسر وسطیه. بله. دستشون رو میبوسم از راه دور. همه پدر مادرای دنیا عزیز هستن. واقعا این اعتقاد دارم که
اگر دعای خیر پدر مادر، مخصوصا مادر پشت سر یک کسی باشه واقعا موفق میشه. بچه علی جالبه برای من که توی خانواده هایی که اصولا پدر مادرها بچه هاشون رو تشویق به کار هنر میدن، بعید من بسیار بسیار کار خوبی میکنن، برای اینکه خیلی مهمه که پدر مادر بچه هاشون رو مثلا بفرستن سازی یاد بگیرن، یا کسی که میخواد دنبال خوانندگی بره نزنن تو ذوقش بگن بابا خوانندگی هم شد کار، برو اول دکتر شو. پدر مادر ها الان خیلی طرز فکرشون عوض شده خدا رو شکر. آخه جالب اینجوری بود که تو خانواده ما من اصلا قرار نبود میوزیشن بشم، من یادم بود دکتر بشم. نه اون که همه پدر مادر دوست دارم. نه قرار بود چی؟ من پدر مادرم یک ملودیکای خیلی کوچک از نکه بله، بادی بله. بود برای برادر بزرگترم گرفتم در واقع. اون خیلی ذوق و شوق این کار داشت، خریدم و این ملودیکا در واقع مون گوشه خونه رفت کمد. من یادمه که فکر کنم سوم دبستان بودم، فکر میکنم این حدود بود، یه کارتونی توی ایران نشون میده به اسم کار و اندیشه، شاید دوستان کارتون دو تا برادر بودن نشون میده. یه آهنگ خیلی جالبی این آهنگ داشت. یه روز که از مدرسه اومده بودم داشتم این آهنگو نگاه میکردم، این ملودیک های آرش برادر بزرگم جلون بود و این شلنگش هم تو دهنم بعد فوت میکردم و این بله. همونطور که من آهنگ گوش میدادم در واقع استارت میوزیک من از اونجا شروع شد، با این در واقع کلیدهای این ملودیکو بازی میکردم و یهو احساس کردم که این نوت چقدر شبیه به نوت این آهنگی هستش که داره اینجا پلی میکنه. خیلی کنجکاو شدم که بتونم بقیه رو تشخیص بدم که اینا چی هستن، در بیاریم اونها رو در واقع. فکر کنم یه 15 روزی طول کشید به طور خیلی آماتور تونستم این نوت ها رو پیدا بکنم و خیلی شبیه به اون آهنگ رو پلی بکنم با یه انگوش شدم دقیقاً اون موقع با یه انگوش کام. از اونجا احساس کردم که خیلی به موزیک علاقه دارم، شروع کردم یواش یواش آهنگای بیشتری با همون ملودی پای دهنی. در واقع استعداد شما از همونجا شکوفا شد، فکر کنم از اونجا بود. بسیار عالی. مامان بابا دیدن که خب مثلا که خیلی دارم یه مقدار پیشرفت میکنم، برام یه ملودیک های بزرگتر گرفتن که با برق کار میکرد، مجبور بودم برام یه شلنگ فوت کنی. خب خانم تهمینه شما چطور؟ منم خب آلمان بزرگ شدم و در سن 12 سالگی بود که عاشق، یعنی عاشق آهنگای الویس پرسلی شدم، فن خیلی بزرگ شدم و به خاطر اینکه گیتار میزد منم بله توی مدرسه اون زمان توی های سکول اونجا از معلمم درخواست کردم که کلاسای گیتار بذاره و ما به ما آموزش بده. بعد ایشون به من گفت برو چند تا رو دانش آموزا رو اگه تونستی جمع کنی انتخاب کنی، من این کلاس رو افتتاح میکنم و بهتون گیتار یاد میدم. برای منم خب خیلی جالب بود که بتونم موسیقی رو بفهمم، نوت رو بخونم، ولی خواننده نبودم، فقط گیتار میزدم یه مقدار رو، آهنگای الویس پرسلی رو میخوندم باهاش و اینا، تا اینکه یه روزی توی یک رستورانی اونجا توی آلمان با خانواده‌ام اونجا بودم، یک دفعه تقریبا آهنگ اتفاقا یکی از کاسته گوگوش رو گذاشته بودن، گوگوش عزیز، و بعد کاستو قطع کردن و یه آقای اونجا کیبورد میزد و یکی از آهنگای گوگوش رو شروع کرد کیبورد زدن ولی نمیخوند، فقط ملودیش رو میزد. بعد من زمزمه کردم آهنگ گوگوش رو، یه میز اونورتر یه خانواده‌ای که نشسته بودن وقتی که تموم شد گفتن چرا آهنگ گوگوش رو قطع کردین؟ بعد رئیس رستوران گفت این آهنگ گوگوش نبود، این یک دختر خانمیه که سر اون میز داره میخونه. بعد از اونجا شد که این آقای برنامه گذار اومدن و هی گفتن که دختر خانمتون اجازه بدین بیان بخونن و ایشون صدا داره، و از اونجا ما تازه زر فهمیدیم که شاید بتونیم استعداد خوندن داشته باشیم. پدر مادر شما موافق بودن با شما که این کارو بکنید؟ آن ناف، یعنی خب پدر مادرم خیلی حمایتم کردن، پدرم خانوادهشون همشون خواننده هستن، یعنی خواننده حرفه‌ای نه ولی صدای خوبی دارن. بله، از قسمت بابل که هستن، خانم دلکش بله بله، به پدر بزرگ من میگفتن سید علی چاکرم بیا با من بخون تو رادیو، و پدر بزرگم میگفت نه 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 من که مطرب نیستم نمیخونم، ولی انقدر صدا داشت پدر بزرگم که بهش میگفتن بلبل بابل. ببینید رگ و ریشه بالاخره برمیگرده وقتی نوه ی همچین هنرمند خوبی شه. شما دو تا چجوری همدیگر پیدا کردی؟ من جا